دریادار سیاری فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش و معاونت هماهنگی ستاد کل ارتش در اظهاراتی انتقادی نسبت به نحوه مواجهه با ارتش عدم معرفی اقدامات ارتش را به عهده کسانی دانست که نسبت به موقعیت ارتش کم توجهی می کنند و آن را نادیده می وی محدودیت تصویربرداری را یکی از مسائلی دانست که مانع از طرح اقدامات ارتش در بین افکار عمومی می شود و با اشاره به اینکه ارتش محدودیت های خاص خود را دارد و تصویربرداری در داخل قرارگاه های ارتش همچنان ممنوع است تاکید کرد ارتش با محدودیت رسانه ای مواجه است و اجازه ندارد اقدامات خود را رسانه ای کند. به یفسود این اتفاق در ارتش های دنیا نیز معمول است و آنها هم هر اقدامی را که انجام می دهند رسانه ای نمی کنند. سیاری افسود نیازی هم به رسانه ای کردن اقدامات ارتش نیست و ارتش باید بدون رسانه ای شدن کار خود را انجام دهد. سیاری خاطر نشان کرد ارتش با شرکت های تولید کننده محصولات متفاوت است و نیازی نیست که مدام گزارش فعالیت های خود را بدهد. وی اقدامات انجام شده توسط ارتش را توان امنیتی کشور دانست و یادآور شد ارتش نمیتواند این اطلاعات را علنی کند به افزود ارتش در چارچوب فعالیتهای خود از طریق روابط عمومی و سازمان عقیدتی اقدامات اطلاع رسانی خود را انجام میدهد و لازم نیست که مدام درباره اینکه چه چیز ساخته و چه عملیاتی انجام داده توضیح دهد سیاری در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به تبلیغات صورت گرفته برای ضعیف جلوه دادن ارتش توسط سپاه اجتناب ارتش از فعالیت تبلیغاتی و همچنین زاویه داشتن برخی نهادها با ارتش را دلیل این امر دانست و اظهار داشت این رویکردها نسبت به ارتش همچنان ادامه دارد. به تاکید کرد اگر افراد به تفکیک وظایف قائل باشند این دوگانگی ها و تداخل ها پیش نمی آید. فرمانده ی نیروی دریایی ارتش به نقش مهم ارتش در جنگ اشاره کرد و با اشاره به اینکه در حوزه دریا در جنگ تنها ارتش فعال بوده است اظهار داشت تا سال 65 که سالهای پایانی جنگ بود نیروی دریایی سپاه حتی شکل نگرفته بود که بخواهد در این حوزه فعالیت کند. وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به روایت های غیر واقعی درباره نادیده گرفتن نقش ارتش در جنگ اظهار داشت در برخی تصاویر این طور نشان داده می شود که یک فرد با یک جسه در 24 ساعت یک لشکر را نابود می کند سیاری افزود اگر در جنگ کسی می توانست یک لشکر را در 24 ساعت از بین ببرد که برای از بین بردن ده لشکر ده روز کافی بود و نیازی نبود که جنگ هشت سال طول بکشد وی اظهار داشت که اگر کسی حتی یک روز هم در جنگ حضور داشته باشد میداند که بسیاری از این روایت ها صحیح نیستند وی در ادامه افزود در این حال کسی هم به این سینماگران جرأت و حق اعتراض ندارد و آنها کار خود را انجام می دهند. سیاری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برخی اتفاقات در پشت صحنه صدا و سیما به اظهارات یکی از کارشناسان در خصوص باز بودن آبهای سرزمینی ایران اشاره کرد و اظهار داشت که وی در تلویزیون در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که تا چند سال قبل نیروهای فرامنطقه‌ای و آمریکایی به راحتی در داخل آبهای سرزمینی ایران حضور پیدا می‌کردند و کسی هم جلودار آنها نبود. بود. سیاری این اظهارات را موجب سرشکستگی و توهین به همه خانواده ها من جمله خانواده های شهدا و سرا ارتش و مردم دانست و با اشاره به اینکه از این فرد شکایت کرده است گفت هنوز پاسخی به این اعتراض و شکایت داده نشده که نشان می دهد جریانی پشت چنین صحنه ای در صدا و سیما وجود دارد. وی افزود تمامی مدارک موجود است که از روز دوم جنگ با عراق یک بیانیه بینالمللی توسط نیروی دریایی ارتش منتشر شده که در آن مرزهای آبی بینالمللی و مرزهای سرزمینی به روشنی مشخص شده و به شکل بینالمللی هشدار داده شده است که کسی حق تعرض و تعدی به خطوط سرزمینی ایران را ندارد اظهارات دریادار سیاری پس از انتشار در سایت خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی از روی صفحه برداشته و حذف شده است این اقدام در شرایطی که سپاه ارتش را رقیب خود میداند و ارکان نظام در صدت هستند تا سپاه را مهمترین نهاد نظامی در ایران معرفی کنند نه تنها اقدامی عجیب نیست بلکه در امتداد سیاستهای کلان نظام در خصوص بزرگ جلوه دادن فعالیت های سپاه و کم اهمیت نمایاندن ارتش است. لذا طبیعی است که اظهارات انتقادی یک فرمانده ارتش که نسبت به انتشار اطلاعات غیرواقعی در خصوص رشادت های تخیلی سپاه انتقاد کند مورد سانسور قرار بگیرد. در ادامه چالش ها پیرامون اعتراضات آبان ماه و گفتگوها در خصوص تعداد کشته های آبان ماه که واکنش های زیادی را به دنبال داشته است، عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با بیان این موضوع که تعداد کشته شده های آبان به زودی اعلام می شود اظهار داشت اعتراضات آبان ماه ارتباطی به گرانی بنزین نداشت و بر اساس یک برنامه ریزی از پیش انجام شده صورت پذیرفت. به یسار داشت دشمنان قصد داشتند با ایجاد اعتراضها در ایران ایران را شبیه سوریه کنند و ناآرامی و آشفتگی را در کشور افزایش دهند. به یفسود در آبان 98 تمام رسانه های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت طلبان، منافقین و داعش به مردم آموزش مسلحانه میدادند. رحمانی افسود همه این رسانه ها به صورت یک پارچه هر چه توانستند انجام دادند تا بتوانند مردم را به آشوب ترغیب کنند. وی با اشاره به آموزش های مسلحانه از طریق رسانه ها به مردم اظهار داشت این رسانه ها به مردم علامت میدادند که کجاها بروند و چه کارهایی انجام دهند. وزیر کشور همچنین در ادامه اظهاراتش ضمن دفاع از عملکرد خود طی ناآرامیهای های آبان ماه از قطع اینترنت توسط وزارت کشور دفاع کرد و اظهار داشت از طریق اینترنت به مردم آموزش نظامی داده میشد و وزارت کشور ناگزیر از قطع اینترنت بود. به یفسود آنها قصد داشتند در ایران جنگ داخلی راه بیاندازند و از ماهها قبل آموزش نظامی را شروع کرده بودند به یسار داشت وقتی از طریق اینترنت به مردم آموزش نظامی داده می شود و فرماندهی میدان را در اختیار می گیرند باید اینترنت را قطع کرد وی امنیت عمومی مردم را در اولویت دانست و اظهار داشت وقتی کسی مسئولیت حفظ امنیت مردم را بر عهده دارد حتما این کار را انجام می دهد و برای حفظ امنیت مردم اینترنت را قطع می کند. رحمانی فضلی در ادامه با بیان این موضوع که از ماه قبل از آغاز نارامی های آبان ماه ورود اسلحه قاچاق در مرزها افزایش یافته بود اظهار داشت دشمنان جمهوری اسلامی آموزش نظامی را آغاز کرده بودند. به افزود تمام این موارد زیر نظارت های امنیتی قرار داشت رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اگر اعتراضات مردم به خاطر بنزین می بود سطح اعتراضات بسیار گسترده تر میشد تاکید کرد گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه در مقابله با مردم به مأموران توصیه شده بود که در مقابل حملات خیشتنداری و مدارا از خود نشان دهند خاطر نشان کرد در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه ای با مردم نشد وی با اشاره به اینکه در هیچ مصوبه ای اهم از شورای امنیت و شوراهای تامین استانها دستور تیراندازی و شلی که به طرف افراد وجود ندارد افسود اسناد مربوط به توصیه به ماموران برای خیشتنداری در مقابل حملات مردم موجود است رحمانی در این حال در ادامه اظهار داشت اما در صورت حمله به پاسگاه ها ماموران موظف هستند که با این افراد مقابله کنند وی ضمن دفاع از عملکرد معموران نیروی انتظامی برای سرکوب مردم اظهار داشت اگر نیروی انتظامی دفاع نکند مردم قربانی می شوند و وقتی به یک پادگان پاسگاه یا مقر حیاتی حمله می کنند یا مسلحانه سنگربندی میکنند چنین مشکلاتی اتفاق می افتد اظهارات رحمانی فضلی در این خصوص که هیچ مصوبه ای در خصوص تیراندازی به مردم وجود ندارد در حالی عنوان می شود که پیش از این زن نوری نماینده مجلس در دفاعی از عملکرد وزیر کشور در خصوص کشدار مردم در آبان ماه ضمن اینکه به عنوان فردی وابسته به جمهوری اسلامی برای اولین بار اقدام دولت در واکنش به اعتراضات آبان ماه را کشدار خوانده بود یادآور شده بود که وزیر کشور در خصوص این اقدامات نظامی علیه مردم بر اساس دستور رئیس جمهوری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده بود و اقدام سرخودانه انجام نداده است رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت امنیت برای دولت ارزش دارد و باید در چارچوب قانون از امنیت دفاع شود. وزیر کشور با بیان اینکه اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته به آن رسیدگی شده است یادآور شد آیت الله خامنه ای هم به دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را داده است. وی در ادامه در خصوص کشته شده های آبان ماه حوادث آبان ماه را غمبار خواند و با اشاره به اینکه اظهارات رسانه ها در خصوص 8 و ده هزار نفر کشته شده طی حوادث آبان ماه صحیح نیست اظهار داشت حدود چهل یا چهل و پنج نفر از کشته شده ها با سلاح غیر سازمانی کشته شدند وی ای این تعداد را 20 درصد کشته شده ها دانست رحمانی فضلی دلیل تأخیر در اعلام اسامی کشته شده ها توسط وزارت کشور را این دانست که باید دلایل مکان و ساعت مرگ حرف فرد دقیقا معلوم می شد. وزیر کشور همچنان اصرار دارد که حدود 25 نفر در حوادث آبان کشته شدند. این در حالی است که بسیاری تاکید دارند تعداد کشته شده های آبان ماه از 1500 نفر نیز فراتر رفته است. در این حال اظهارات رحمانی فضلی در خصوص برنامه ریزی قبلی دشمنان برای ایجاد اعتراض های آبان ماه در حالی عنوان می شود که برخلاف آنچه که رحمانی فضلی ادعا می کند اگر اعتراض های آبان ماه در اثر مداخله خارجی صورت گرفته بود و با هماهنگی انجام شده بود بسیار ادامه دارتر از آن چیزی می شد که کشور طی حوادث آبانماه ماه شاهده آن بود در حالی که مجلس یازدهم و نمایندگان منتخب مجلس یازدهم فعالیت‌های خود در مجلس را با برنامه ریزی برای ختم روزانه قرآن و اقدامات نمایشی مانند پهن کردن چفیه روی میز نمایندگی و قرار دادن عکس سردار سلیمانی آغاز کردند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز پنجشنبه فعالیت رسمی ریاست خود بر مجلس را نیز با انجام نطق پیش از دستور و تاکید بر اینکه مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی بر استکبار ستیزی مرکز خواهد بود اظهار داشت از نظر مجلس یازدهم استکبار ستیزی یک آرمان اعتقادی و منفعت راهبردی است به افزود مجلس 11 مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بیحاصل و پرضرر ارزیابی کند و راهبرد خود را در برخورد با آمریکای تروریست تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی میداند نمایندگان مجلس یازدهم پیش از آغاز مجلس نیز تاکید داشتند با هر گونه اقدامی برای مذاکره با آمریکا مقابله خواهند کرد و در تمام برنامه های تبلیغاتی خود در دوران انتخابات تاکید کرده بودند تمام تمرکز خود را بر مقاومت در مقابل ارتباط با آمریکا قرار خواهند داد قالیباف در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود انقلاب اسلامی را مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایهداری جهانی دانست و اظهار داشت حجم و شدت دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهای رسانه اقتصادی سیاسی و اطلاعاتی خود علیه جمهوری اسلامی نشان دهنده این موضوع است که جمهوری اسلامی رقیب جدی این نظام است قالیباف در ادامه اظهارات خود در اولین نطقه پیش از دستور خود در مجلس با اشاره به اینکه ناکامی های بزرگی در جمهوری اسلامی رخ داده است اظهار داشت. ندیدن ناکامی های بزرگ در کشور باعث از دست رفتن سریع دستآوردهای به دست آمده خواهد شد. به افزود، نداشتن تصویر درست از واقعیت های موجود در جامعه باعث اشتباه در تصمیم و اجرا می شود. قالیباف به ناکامی های مختلف در عرصه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت این ناکامی ها به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است. قالیباف در ادامه به کاهش سرمایه اجتماعی نظام در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت مسئولان از اصول انقلاب فاصله گرفته و موجب فراگیری بحرانهای اقتصادی شدند که به گسترش بیکاری و آسیبهای اجتماعی در کشور دامن زده است. وی همچنین فساد را تهدیدی نگران کننده در تاروپود ساختارهای مختلف دانست و گفت فساد در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. قالیباف در بخش دیگری از اظهاراتش نظام اداری و اجرایی کشور را به هم ریخته توصیف کرد و آن را تهدیدی دانست که امکان حکمرانی خوب را از نظام سلب کرده است. وی همچنین با اشاره به تضعیف نهاد خانواده دلیل تضعیف آن را گسترش روزافزون سبک زندگی غربی دانست و آن را تهدیدی نگران کننده دانست که نیاز به توجه ویژه و فوری دارد رئیس مجلس در ادامه اظهاراتش مقوله فرهنگ را در اولویت مجلس یازدهم دانست و با تاکید بر اینکه فرهنگ همیشه از مهمترین اولویت ها بوده است اظهار داشت تا کنون با فرهنگ برخورد شعاری شده است به عبصد مجلس یازدهم تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی در برابر سبک زندگی غربی را اولویت اصلی خود قرار خواهد داد و اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی را پیگیری خواهد کرد. قالیباف همچنین بر تلاشای مجلس یازدهم برای ساخت تمدن نوین اسلامی تاکید کرد. وی در ارائه راه حل برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین بهبود اعتماد و سرمایه اجتماعی الگوی مدیریت جهادی را تنها راهکار استفاده از فرصتها دانست و گفت اگر الگوهای پیشین انقلاب اسلامی در سطح مدیریتی به کار گرفته شود می تواند تهدیدهای موجود را به فرصتهای بزرگ تبدیل کند قالیباف الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور را برای کشور خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون و عدم باور به بسیاری از اصول و معلفه های الگوی مدیریت جهادی کشور را در شرایط خطرناکی قرار داده است. به یسهار داشت مجلس یازدهم میتواند با روی کردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت های قانونگذاری و نظارتی خود دولت را به سمت مطلوب هدایت کند قالیباف در عین حال با اشاره به اینکه مجلس قصد مچگیری از دولت را ندارد اظهار داشت تنها هدف مجلس پیگیری منافع و حقوق مردم است و در این خصوص مسامحه نخواهد کرد. وی افزود مجلس قصد دارد موانع قانونی دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم را حس و اصلاح کند. وی در ادامه به تاکید آیت الله خامنه ای بر مشکلات اقتصادی مردم و ضرورت توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت اشاره کرد و حسب حضور مؤثر مردم مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصار، امضاهای طلایی، پولسازی، کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب را از مهمترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی دانست. این انتقادها در عین حال جدی ترین انتقاداتی نیز هستند که از نحوه مدیریت قالیباف تا کنون بارها مطرح شدند و تاکنون کنون بارها امضاهای طلایی، انحصار مناقصات، و نفوذ رانت در مدیریت شهری مهمترین آسیب های مدیریت محمد باقر غالیباف در دوره مدیریتی وی در شهرداری تهران ارزیابی شدند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس مدعی شد که نرخ بیکاری کاهش یافته است. وی که روز سهشنبه در جلسه علنی مجلس و در گزارش اقتصادی دولت به نمایندگان حضور داشت گفت که نرخ بیکاری در کشورمان در یک دهه اخیر از دوازده ممیز سده هم به ده ممیز هفته درصد کاهش یافته است. به یفسود که اکنون دو یا سه برنامه اشتغال وجود دارد که بحث اشتغال را هدف گذاری کرده است. او گفت آثار آن برنامه ها که شامل اشتغال گسترده، اشتغال روستایی و جهش تولید است، این شده که نرخ بیکاری که در سال 98 حدود ده ممیز هفت دهم درصد بود و در سال قبل دوازده ممیز یک درصد بود را کاهنده کرد. به این معنا که از سال 97 تا 98 معادل یک و دهم واحد درصد نرخ بیکاری کم شد. رئیس سازمان برنامه بو بودجه ادامه داد جمعیت شاغل نیز از 23 میلیون و 731 هزار نفر در سال 97 به 24 میلیون و 273 هزار نفر افزایش یافت یعنی 542 هزار نفر خالص اشتغال از 98 نسبت به 97 افزایش پیدا کرد نوبخت گفت که 361 هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته شد اما همچنان 2 میلیون و 893 هزار نفر از جمعیت بیکار است و این نشان می دهد که باید عزم جدیتری برای افزایش فرصتهای شغلی داشت به یفسود امسال برای هر یک از استانهای کشور برنامه اشتغال ویژه‌ای تدوین شده و 25 درصد منابع آن نیز تخصیص یافته است. وی گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از مسئولان دستگاه های اجرایی درباره برنامه اشتغالی که تدوین شده سوال کرده تا بدانند تاکنون چه اقدام هایی در آن خصوص صورت گرفته است. او گفت سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا هفته یک روز با همه کارشناسان خود در جلسه العاده و غیررسمی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یافته و همه ی مباحث را پیگیری کرده و درباره آن توضیح داده شود این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی متفق که وضعیت اشتغال روز به روز بدتر شده و نرخ واقعی بیکاری افزایش یافته است و مواضع آقای نوبخت بیشتر تبلیغاتی است و ربطی به واقعیت‌های اقتصادی ندارد. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل روز سهشنبه در سخنانی در نشستی محدود با حضور چند کشور گفت در حالی که جهان درگیر مقابله با عواقب ناشی از همهگیری ویروس کرونا است و کشورها با تقویت همکاری و همبستگی تلاش می کنند یکدیگر را در این شرایط بحرانی یاری کنند آمریکا اقدامات یکجانبه قهرآمیز غیرقانونی خود را علیه کشورهایی که عمدتا با شرایط دردناک همهگیری ویروس کرونا دست به گریبان هستند گسترش داده و تشدید می وی افزود این حق همه کشورهاست که به داروها وسایل و سایل و تجهیزات لازم برای جلوگیری از انتقال و گسترش ویروس کرونا دسترسی داشته باشند اما اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا مانعی بزرگ و جدی بر سر راه تحقق این حق ایجاد کرده است نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت آمریکا با استمرار و تشدید تحریم های غیرقانونی خود در شرایط بحران همهگیری کرونا خطوط قرمز تروریسم اقتصادی و تروریسم پزشکی را رد کرده و به مرز جنایت علیه بشریت رسیده است به افزود آمریکا این ادعای بیاساس را مطرح می کند که تحریم ها شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی نمی شوند اما محروم کردن یک کشور از دسترسی به تجارت بین المللی و نظام بانکی جهانی توانایی آن کشور را برای دسترسی به دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از طریق سازوکارهای مالی و تجاری موجود به طور کامل سلب می سازد. و افزود جامعه بین‌المللی باید ضمن تقویت همبستگی میان یکدیگر در یک صف و با یک صدا اقدامات یک غیرقانونی و نامشروع را رد و محکوم کنند تا بر مبنای ارزش های انسانی و اصول اخلاقی این بحران را به طور مؤثر کنترل کنیم جمهوری اسلامی در موقعی که خود نیازمند کمک های مالی و بهداشتی از جامعه بینالمللی می‌شود می شود به ارزش های بینال المللی متوسل می شود ولی در زمانی که با اعتراضات اجتماعی و نیز مخالفت های مردمی رو برو می شود نخستین اصول ارزش های حقوق بشر را که به وسیله سازمان ملل مورد شناسایی قرار گرفته مورد نفی و زیر پا قرار می دهد که سرکوب معترضین آبان ماه از جمله این موارد می باشد.